دوچرخه سواری حال منو خوب میکنه، آرومم میکنه و حتی از خمودگی درم میاره. اما چطور پدال زدن روی سلامت روان میتونه تأثیر بذاره و فعالیت مغز رو چطور میتونه عوض کنه؟ برای پیدا کردن جواب این سوالا 3 روزه از لندن تا پاریس پدال زدم و خودم رو مثل موش آزمایشگاهی سپردم دست محققا. موش که چرت کنم البته. من ظاهراً بین همکارام در بی بی سی معروفم به آروم بودن، ولی واقعیت اینه که علاوه بر تنش‌های زندگی مدرن، کارم هم بسیار پرمشغله و استرس‌زاه. اگرچه که ممکنه خیلی معلوم نباشه، نشستن طولانی پشت میز و کم تحرکی میتونه باعث مشکلات قلبی و همینطور برای سلامت و روانم مضر باشه. برای اینکه هم روحیه‌مو تغییر بدم و هم یک ورزشی کرده باشم، روزایی که هوای لندن خوب باشه با دوچرخه میام سر کار. تحقیقات 2 دانشگاه آکسفورد و آکسفورد بروکس اخیراً نشون داده که دوچرخه سواری هم برای پیشگیری از بیماری‌های روح و روان موثره و هم برای درمانشون خوبه. اما چطور؟ متخصصان این دانشگاه روی من تحقیق میکنن تا ببینن چطور دوچرخه سواری ممکنه روی فعالیت مغزی و حس و حال آدم اثر بذاره. اول قد و وزنمو اندازه میگیرن و بعدم نوار قلب. قبل از اینکه تست ورزش بگیرن این کلاه رو میذارن سرم. اسمشم به اندازه قیافش پیچیده و عجیبه. اسپکترومتری نزدیک مادون قرمز، اگه درست گفته باشم. این ماسکی که زدی قراره متابولیزمت رو اندازه بگیره و به ما شدت فعالیتت رو نشون بده. این دوچرخه مخصوص سرعت دقیق و شدت پا زدن رو ثبت می‌کنه. این کلاهی که رو سرت هست اسپکتروسکوپی نزدیک مادون قرمزه که تغییرات جریان خون رو در قسمت جلویی مغزت اندازه می‌گیره و نشون میده موقع دوچرخه سواری خون در کدوم قسمت‌های مغز جابجا میشه. برای ما لوب پیشانی جالبه که مرکز فکر کردن و کنترل خلق و خوه. وسط این آزمایش تست سرعت واکنش و تست دقت هم ازم میگیرن. مدام میپرسن که حس و حالم در شدت‌های مختلف چطوری تغییر میکنه. همزمان فشار خون و ضربان قلبم هم داره مانیتور میشه. با اندازه‌گیری اسید لاکتیک خون هم شدت فعالیت بدنیم رو اندازه میگیرن و هم مطمئن میشن که ادامه پدال زدن برام خطرناک نیست. بعد از گرم کردن با 3 سرعت مختلف و با 3 مقاومت مختلف همین تست ها رو عیناً تکرار میکنیم تا ببینیم عملکرد مغزیم چطور با تغییر شدت فعالیت بدنی ممکنه عوض بشه. بیست دقیقه دارم روی این دوچرخه پدال میزنم. محققای این دانشگاه میخوان ببینن که تأثیر پدال زدن با سرعتهای مختلف و مقاومتهای مختلف رو تمرکز مغز و روی واکنشهای من چه تأثیری داره. نتیجه چطور بود؟ خیلی خوب بود. آخش، خیالم راحت شد. اولش وقتی داشتی پدال میزدی و خودت رو گرم میکردی، در چند دقیقه اول 1-2 تا تست رو اشتباه زدی، چون موقع گرم کردن یه دفعه خون از مغز به سمت عضله های پا میره و برای همین نمیتونی درست فکر کنی. معمولا آسیب هایی که به ورزشکارا میرسه در 10 دقیقه اول اتفاق میفته. برای همین خیلی مهمه که قبل از ورزش اصلی حتما گرم کنیم که اشتباهات و آسیب ها مثلا وقتی وسط جاده مشغول پدال زدن هستی اتفاق نیفته. نکته جالب دیگه این بود که هرچه مقاومت دستگاه رو بردیم بالا و کار رو برات سخت‌تر کردیم، سرعت واکنشات و دقتت بیشتر شد. چه جالب که انقدر تأثیر مثبت داره. بله، و در مورد تو هرچه سرعت میره بالاتر سریع‌تر هم واکنش نشون میدی. همینطور ازت مدام میپرسیدیم که چه حسی داری. درسته. هرچی سریع‌تر پدال میزدی انگار بیشتر لذت میبری و شادتر بودی. دقیقاً. قبل از سفرم هم رفتم سراغ دکتر شلیکو، پژوهشگر ارشد تغذیه.
همونطور که میدونی من دارم برای 3 روز میرم سفر دوچرخه سواری از لندن تا پاریس. تو این 3 روز چی بخورم چی نخورم؟ در این 3 روز وقتی پدال نمیزنی باید کربوهیدرات هایی بخوری که گلوکوز رو به آرومی و در مدت زمان طولانی آزاد میکنه و گلیکوژن رو در عضلات ذخیره میکنه. اما موقعی که پدال میزنی باید دم دست تنقلاتی داشته باشی که سریع انرژی لازم رو بهت برسونه. باید مدام حواست باشه که آب لازم به بدنت برسه. حالا یا آب یا نوشیدنی های الکترولیت دار یا نوشابه های انرژی زا. چون خیلی عرق میکنی و کلی از الکترولیت های بدنت رو از دست میدی. خیلی از ورزشکارا در طول ورزششون یک عالمه تنقلات و شیرینی میخورن. این خیلی خطرناک نیست؟ مشکل اینه که شکر زیاد میتونه افسردت کنه. بنابراین مصرف شکر رو باید تا قبل از سفرت کم نگه داری. چون ما داریم تاثیر پدال زدن روی سلامت روانت رو اندازه میگیریم، باید غذاهایی بخوری که از نظر روانی برای چنین سفر فشرده ای آمادت کنن. میوه و سبزی هایی که آنتی اکسیدان زیاد دارن. آنتی اکسیدان ها ثابت کردن که نه تنها برای سلامتی مفیدن، بلکه خلق آدم رو هم بهتر میکنن. ویتامین ها و مواد معدنی مثل ویتامین B6، اسید فولیک، ویتامین C هم تأثیر گذارن. این مواد مغذی نورون های مغز رو بیشتر می کنن و با تأثیر روی پیام رسان های عصبی می تونن به شما احساس شادی بیشتر بدن و روحیه شما رو بهتر کنن. راستش نمیدونم بعد از 100 کیلومتر پا زدن روی دوچرخه چطوری می تونم به یک همبرگر خوشگل نبگم. صبح روزیه که داریم سفرمون رو شروع میکنیم همراه این دوچرخه سوارا از اینجا در مرکز لندن، شلوغترین جای این شهر، به سمت پاریس. خب امیر، سفر چطور بود؟ روز اول خیلی پر انرژی بودیم و پا زدیم. روز دوم یه کمی خسته، ولی روز آخر که دیگه میدونستیم داریم میرسیم، دوباره همه خیلی مثبت و پر انرژی. داده‌ها هم همین رو نشون میده. اوایلش انرژیت بالاست و حالت خوبه. آخرش انرژیت اومده پایین ولی ریلکس تر شدی که خیلی خوبه. یعنی از نظر فیزیکی بدنت خسته است ولی حال روانیت بهتره. تأثیر شدت دوچرخه سواری روی عملکرد مغزیم چی بوده؟ با سخت‌تر شدن پدال زدن، خون اکسیژن دار یا هموگلوبین خون در این نواحی مغز کم شده و به این سمت رفته. مغز تصمیم گرفته خون رو به جایی برسونه که هم سرعت واکنش رو کنترل میکنه و هم خلق و خو رو. رسوندن خون اکسیژن دار بیشتر به این قسمت‌ها باعث شده تو بیشتر احساس شادمانی بکنی و حال روانیت هم بهتر بشه. همینطور به قسمتی از مغز که مسئول تمرکز روی هدف بیشتر اکسیژن رسونده. داده‌هایی هم که در موبایل ثبت شده نشون میده که با تندتر شدن سرعت و سخت‌تر پدال زدنت، سرعت واکنششون دادنت هم بیشتر شده. یعنی این فقط در طول دوچرخه سواریه یا در طول زمان هم سرعت واکنش بهتر میشه و بالاتر میره؟ افرادی که آمادگی بدنی خوبی دارن و مدام ورزش میکنن، لزوماً با دوچرخه سواری واکنششون سریعتر و سریعتر نمیشه. اما تحقیقات نشون میده که کسانی که کم تحرکن و اکثرا نشستن یا بیماری های مثل پارکینسون دارن، ورزش میتونه سرعت واکنششون رو بالا ببره. اگه سابقه دوچرخه سواری زیاد نداشته باشی، با چقدر شروع کنیم بهتره؟ برای هر کسی متفاوته، اما 2 تا قانون کلی وجود داره. قانون اول، با 10 دقیقه شروع کنید. کمتر از اون اثر نداره. 10 دقیقه وقتیه که پیام رسانهای عصبی و هورمون‌هایی که حس خوبی بهتون میدن شروع به آزاد شدن میکنن. قانون دوم، شدت ورزش از یک حداقلی باید بالاتر باشه. 60% ماکسیموم انرژی که میتونی صرف کنی. باید حس کنی که داره کمی بهت فشار میاد. کم کم این 10 دقیقه رو باید به 30 دقیقه برسونی. نتایج این تحقیق روی من ظاهراً با نتیجه تحقیق پروفسور جان گدس و همکاراش همخونی داره. آماری هست که نشون بده دوچرخه سواری چقدر روی سلامت روان میتونه اثر بذاره؟ بله، توی یه تحقیق جدیدی که زیر نظر دپارتمان روانشناسی دانشگاه آکسفورد انجام شده،
نشون داده که به طور متوسط کسایی که منظمن دوچرخه سواری میکنن توی هر ماه 21% روزهای کمتری هستش که حالتهای افسردگی دارن. شما خودتون دوچرخه سوار قهاری هستین. این ورزش در مقایسه با بقیه ورزش‌ها مثل فوتبال همون اثر رو داره یا بهتره؟ مؤثرترین ورزش برای بهتر شدن سلامت روان و حال و اوضاعمون ورزش‌های گروهیه مثل فوتبال و والیبال. بعد از اون دوچرخه سواریه و بعدش دیگه ژیمناستیک و ورزش‌های هوازی. این نتیجه تحقیقیه که روی 1,200,000 نفر انجام شده. خلاصه جایی برای بهانه نیست. حتی اگه هوای بیرون خوب نیست یا اگه نگران دوچرخه سواری تو خیابونای شلوغ هستید، هنوز میشه رفت باشگاهایی مثل اینجا و پدال زد. اثر هر دوش هم خیلی خوبه.